همه ما اینو میدونیم که یادگیری زبان با تماشای فیلم و سریال چقدر میتونه اثر بخش و در عین حال لذت بخش و سرگرم کننده باشه. اما اینکه چه فیلم و سریالی مناسب سطح ماست، چه فیلم و سریالی دیالوگ های خوب و کاربردی داره و نیازهای ما رو میتونه در زمینه یادگیری زبان برآورده کنه، اطلاع زیادی ازش نداریم. من توی این ویدیو در این مورد کاملا راهنماییتون میکنم، پس حتما تا آخر همراه باشید. به طور خلاصه توی این ویدیو قرار این سه مورد بررسی بشه. 1. مزایای استفاده از فیلم و سریال برای یادگیری زبان چیه؟ ما چی به دست میاریم و چقدر میتونه برای ما کمک کننده باشه؟ 2. کدوم فیلم و سریال ها مناسب سطحمونه و کدوم ها میتونن آموزنده تر باشن؟ 3. طرز استفاده صحیح از فیلم و سریال ها برای یادگیری زبان چیه؟ واقعا با چه روشی ما از این استفاده کنیم که به تقویت مهارت های زبانی ما کمک کنه؟ مورد اول، مهمترین فایدهش اینه که شما انگلیسی واقعی رو یاد میگیرید، نه انگلیسی کتابی یا ادبی. هرچی بیشتر فیلم ببینید خودتون راحت متوجه میشید که خیلی از آموخته های ما از کتاب های آموزش زبان واقعا جایگاهی تو زبان واقعی روزمره ندارن. پس در کل مطمئن باشید با فیلم دیدن شما قرار نیست دیگه انگلیسی غیر کاربردی یاد بگیرید. مورد دو، اکثر ما علاقه زیادی به فیلم و سریال دیدن داریم چون واقعا جذابیت داره و لذت بخشه. به نوعی همین علاقه باعث میشه مطالب بهتر یادمون بمونه و از طرفی باعث میشه ثبات بیشتری در ادامه دادن به همین روش یادگیری داشته باشیم. یه چیز جالب دیگه اینه که خیلی هامون به علاوه اینکه یک سری از صحنه های خوب فیلم ها رو یادمون میمونه، دیالوگ ها و جمله های اون صحنه ها هم همزمان میتونه یادمون بمونه. مورد سوم، تلفظ درست کلمات رو چه به صورت خودآگاه و چه به صورت ناخودآگاه یاد میگیریم. یک سری از زبان آموزا هستن کلی لغت بلدن، در واقع فقط از اون کلمه معنیشو بلدن، ولی تلفظ صحیح و استر صوتی که روی کلمه رو نمیدونن و ممکنه یادشون رفته باشه. حتی میدونن برای خیلی پیش اومده یه کلمه رو شنیدن ولی متوجه نشدن. همون کلمه رو اگه به صورت نوشتاری طرف ببینه میگه اینو که بلدم، معنیش هم میدونم. چرا این اتفاق میفته؟ چون تلفظ صحیحشو نمیدونسته یا تسلط نذاشته رو اون کلمه. اما با فیلم و سریال زیاد دیدن این اتفاق کمتر میفته. جدا از اینکه لغات جدیدی یاد میگیرید، معانی کلماتی که بلد بودید براتون یادآوری میشه، تلفظ درستشون رو یاد میگیرید و طرز استفاده از اون کلمات رو در جمله یاد میگیرید. مورد 4، تقویت همزمان دو مهارت اصلی لیسنینگ و اسپیکینگ. البته اگه به روش درست از فیلم و سریال برای یادگیری زبان استفاده کنید که من خودم مفصل در مورد این روش صحبت میکنم. و مورد 5، آشنا شدن با فرهنگ و آداب و رسوم انگلیسی زبانها. ممکنه یه زمانی بخواید در آینده مثلا به آمریکا، کانادا یا استرالیا مهاجرت کنید. خب بریم سراغ اینکه چه فیلم و سریالی برای تقویت زبان انگلیسی خوبه. اول اینو بهتون بگم عزیز دل که هیچ فیلم و سریالی صرفا برای آموزش زبان ساخته نشده. من که خودم اینو تا حالا ندیدم. اما من براتون 10 تا فیلم و سریال انتخاب کردم که اولا در 3 سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته دسته‌بندی شدن که شما میتونید متناسب با سطحتون انتخاب کنید و باهاش پیش برید. دوم اینکه این 10 مورد رو خودم دیدم و بررسی کردم کامل. از نظر اینکه دیالوگ‌های خوبی دارن، لغات و عبارات کاربردی دارن تضمین شده است. خیالتون راحت. Hello Peppa. Come in. Sorry Danny. Only girls can come into the treehouse. Boys are a bit noisy. ببینید دوستان، فیلم و سریال از نظر من برای افراد مبتدی خیلی مناسب نیست و براشون سخته. من برای آماده سازی این ویدیو قبلش خودم رفتم توی سایت‌های مختلفی سر زدم، توی یوتیوب سر زدم. رفتم ببینم نظراتشون چیه، چه فیلم و سریال‌هایی برای تقویت زبان انگلیسی اونا پیشنهاد میدن. توی چند مورد دیدم طرف با اینکه یه سایت بزرگی داره یا کانال بزرگی داره اومده، یه انیمیشن که پر از اصطلاح، پر از ساختارهای گرامری متوسط به بالا، بعد اینو گفته برای سطح مبتدی. کسی که مبتدی گرامرهای سخت نمیدونه، بار لغتش کمه، یه همچین انیمیشنی واقعا درکش براش سخته، مگر اینکه حالا بخواد با استاد پیش بره. اما یه مورد هست پیداش کردم میشه گفت استثنایی و به شدت برای افراد مبتدی پیشنهاد میدم، کارتون پپا پیگ. از نظر من خوراک همین سطح مبتدیه. تو این سریال شخصیتاش کاملا شمرده و قابل فهم صحبت میکنن و با صورت نرمال. خوبی این کارتون اینه که تنوع خیلی زیادی داره، فکر کنم بالای 2000 قسمت از این کارتون وجود داشته باشه. داخل یوتیوب یک کانال داره به همین اسم، برید داخلش و هر موضوعی که بهش علاقه دارید رو ببینید و استفاده کنید.
در مورد شخصیت های این کارتون بگم که لهجه بریتانیایی دارن، اما تفاوت خاصی نداره، همه میتونن ازش استفاده کنن. من خودم چند سال پیش کلی ازش استفاده کردم. در مورد زیرنویس این سریال بگم، برای زیرنویس این سریال داخل همون یوتیوب وقتی ویدیو در حال اجراست روی علامت CC که بزنید، یه مربع که داخلش دو تا حرف C کوچیک داره، روش که بزنید زیرنویس انگلیسیش فعال میشه. Sorry, George. This treehouse is for girls only. What are you doing? I'm exercising. Don't you have some work to do? I am working. I'm working and exercising. مورد دومی که بهتون تو این سطح پیشنهاد میدم ویدیوهای کتابهای آموزش زبانه. من قبلتر گفتم فیلم و سریال ها مخصوص آموزش زبان نیستن. یعنی نیومدن مستقیم زبان یاد بدن. اما کتاب‌های آموزش زبان مثل کتاب تاپ ناچ، تاچ استون، فور کورنز، اینترچنج یا امریکن انگلیش فایل، انگلیش ریزالت، اینا همش یه CD یا DVD دارن. یک سری ویدیوهای آموزشی داخلشون هست که مخصوص آموزش زبانه و شما میتونید به جای فیلم و سریال ازشون استفاده کنید. البته نیازی نیست برید اینا رو بخرید، داخل همین یوتیوب کافیه مثلا سرچ کنید تاپ ناچ ویدیوز، ویدیوهای آموزشی کتاب تاپ ناچ، اینا رو براتون میاره. سطح بندی هم دارن که افراد مبتدی بری سراغ سطوح مقدماتیشون، حتی متوسط، چون ویدیوهای آموزش این کتابا خیلی سخت نیست. زیرنویس هم اکثرا خودشون دارن، اگر نداشتن مثل مورد قبل همون علامت دو تا C رو بزنید زیرنویسش میاد داخل یوتیوب. What work are you doing? I'm thinking about what? About ideas for Mrs. Baby's vacation. And what are you thinking? Beach vacation. I have to finish this. Can you go exercise somewhere else? No problem. قبل از اینکه بریم سراغ سطح متوسط ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید تا از من هم حمایت کرده باشید و همچنین کانال رو سابسکرایب کنید، به این دلیل که قرار یه دوره آموزشی فوق‌العاده رو همینجا براتون استارت بزنم که واقعا مثلشو ندیدید. حالا بعدم براتون ثابت میشه که واقعا همینطوره یا نه. پس حتما سابسکرایب کنید تا این سری آموزشی رو از دست ندید. That was our last shot. We're going into attic mode, folks. Keep your accessories with you at all times. خب بریم سراغ سطح متوسط. مورد اول انیمیشن توی استوری یا داستان اسباب بازی. 4 تا قسمت داره. من یک و دوشو ندیدم، فقط 3 و 4 شو دیدم که هر دوش پر از دیالوگ‌های کاربردی بود، مخصوصا قسمت سومش. ولی شما تونستید هر 4 تاشو ببینید. Spare parts, batteries, anything you need for an orderly transition. Orderly? Don't you get it? We're done, finished, over the hill. Hey, 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 now come on, guys. We all knew this day was coming. We're real proud of you, Judy. Yeah, scared too. Yes. Really, it's a kind of a proud scared combo. مورد دوم انیمیشن زوتوپیا. یه انیمیشن فوق‌العاده جذاب، پر از شخصیت، پر از دیالوگ‌های کاربردی مثل مورد قبل. I mean, Zootopia. So far away, such a big city. Guys, I've been working for this my whole life. We know, and we're just a little excited for you, but terrified. The only thing we have to fear is fear itself. Huh? You're making weird faces again. No, I'm not. You make weird faces, honey. مورد سوم The Incredibles یا شگفت انگیزان که یک و دو داره. من خودم فقط یکیشو دیدم. جمله های کاربردی زیادی میتونید ازش یاد بگیرید. Smaller bites, Dash. Yikes. Bob, could you help the carnivore cut his meat? Mother, it's not Tom Jones. That's just my passenger. Ooh, he's very good looking. He is not coming in. مورد چهار انیمیشن فلاش دی وی که برای علاقمندان به لهجه بریتانیایی بهتون پیشنهاد میدم. He's not my boyfriend. What's the matter? Why are you so upset? Logue, you have no idea. مورد پنج فیلم The King's Speech یا سخنرانی پادشاه. این فیلم هم لهجه بریتانیایی داره. شخصیت‌ها شمرده شمرده صحبت میکنن. از نظر جالب بودن هم امتیاز خوبی داره. My brother is infatuated with a woman who's been married twice. Oh! What is this? Yeah, I'm smoking. Oh, I can't believe you. You've been so good for 3 years. مورد شش سریال فرندز.
در مورد سریال فرندز میدونم که کلی ازش تعریف شنیدید. هم فان، هم سرگرم کننده و هم پر از دیالوگ‌های کاربردیه. با اینکه این سریال شخصیتاش گاهی اوقات تند صحبت میکنن، اما چون صحبت‌های تخصصی ندارن و بیشتر گفتگوهای معمول و روتین دارن، من این سریال رو برای این سطح متوسط در نظر گرفتم. And this is my reward. Just hold on a second, all right? Just think about what you went through the last time you quit. We obviously didn't communicate clearly. We had to discuss your surrender, not mine. بریم سراغ سطح پیشرفته. مورد اول رو اکثرا دیدید، سریال گیم آف ترونز یا بازی تاج و تخت. ساخت آمریکاست ولی بازیگراش اکثرا بریتانیایی هستن و با لهجه بریتانیایی صحبت میکنن. سریال فوق العاده جذابیه، پر از شخصیت، پر از دیالوگ که برای افراد سطح پیشرفته مناسبه. فقط حواستون باشه سریال صحنه زیاد داره و اکثرا این صحنه ها یهو با صدای بلند ظاهر میشن. خلاصه حواستون باشه بنسپری ببینید. Your reign is over. My reign has just begun. I don't want to die. I've only kissed one boy so far. What? Relax. It was a long time ago. برای سطح پیشرفته مورد دوم سریال یانگ شلدن یا شلدون جوان. بهترین سریال از نظر خودم برای یادگیری زبان. این سریال IMDb 7.6 از 10 داره، یعنی نمیشه گفت از نظر محتوا و جذاب بودن خیلی خوبه. میشه گفت معمولیه یا یکم بهتر. یک سریال کمدی آمریکایی با یک فضای گرم و دوست داشتنی. چرا گفتم بهترین سریال برای یادگیری زبان؟ اولی که شخصیت اول این سریال یک پسر بچه 9 ساله نابغه و با استعداده که کاملا شمرده واضح و رسمی صحبت میکنه. که این مورد باعث میشه برای افراد سطح متوسط خوب باشه. از طرفی چون که شخصیت اول یه فردیه که درس خون هست و همش دنبال مباحث علمیه، کلی لغات تخصصی و علمی و رسمی به کار میبره. که این میتونه برای کسایی که میخواد دامنه لغاتشون رو توی زمینهای مختلف ببرن بالا کمک کننده باشه. همچنین بقیه شخصیت‌های این سریال به جز یکی دو نفر خیلی روون و با سرعت نسبتاً بالا صحبت می‌کنن. پس برای سطوح پیشرفتم کاملا مناسبه. یه چیز خیلی خوب دیگه که این داره اینه که پوشش موضوعی خوبی داره، یعنی توی موقعیت‌های زیاد و متنوع دیالوگ داره. اون هم دیالوگ‌های کاربردی روزمره. توی همون دو سه قسمت اولش که ببینید خودتون متوجه می‌شید. توی همون دو سه قسمت اول از محیط خانواده، مهمونی، مدرسه، اداره، درمانگاه، بیمارستان، زمین ورزش، کلیسا و غیره داستان داره. You feel okay? Oh, yes. I was just thinking. About what, baby? The optimal height to width ratio for a reusable rocket. Hey! My name's Alan and I bought a giraffe! He's all mine! He's super friendly! و مورد سوم برای سطح پیشرفته فیلم کمدی هنگوور که سه قسمتیه. این فیلم هم پر از عبارات و اصطلاحات عامیانه و محاوره‌ای هست، پس از دستش ندید. خب عزیزای دل، من 10 تا فیلم و سریال براتون معرفی کردم، به اضافه یک مورد هم که جز این فیلم و سریال ها نبود که گفتم ویدیوهای آموزشی کتب زبانه. بخوام یه جمع‌بندی داشته باشم از این 10 تا فیلم و سریال. برای افراد مبتدی سریال کارتونی پیپا پیگ رو پیشنهاد میدم و برای افراد متوسط و متوسط به بالا سریال یانگ شلدون. همین دوتا. حالا ما فهمیدیم کدوم فیلم و سریال برای یادگیری زبان انگلیسی خوبه. دوتا چیز دیگه نیاز داریم. اولی زیرنویس برای این فیلم و سریال ها و دومی که خیلی مهمه طرز استفاده از فیلم و سریال برای یادگیری زبان. برای دانلود زیرنویس چیکار کنیم؟ زیرنویس فارسی که پیدا کردنش راحته توی همین سایت‌های فارسی، زیرنویس فارسی به اضافه اسم اون فیلم و سریال رو سرچ کنید میاد. و برای زیرنویس انگلیسی میتونید از سایت‌های زیر استفاده کنید که اولیش مخصوص سریال هاست و دومیش مخصوص فیلم ها. نکته آخر در مورد اینکه روش استفاده از فیلم و سریال برای تقویت زبان چیه؟ این مورد رو چون قراره به طور مفصل و با یک سری روش‌های خاص و متفاوت بهتون توضیح بدم، میذارمش برای ویدیو بعدی. پس به هیچ وجه ویدیو بعدی رو از دست ندید، چون روشی که میخوام بهتون بگم هیچ جا پیدا نمی کنید. روش فوق العاده و 100% مؤثر به همراه برنامه ریزیه. پس حتما کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله کنارش رو هم بزنید
تا محض انتشار ویدیو مطلع بشید و ویدیو رو ببینید و برید زبانتون رو متحول کنید. دیگه حرفی نیست. خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه هم بودین. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. اگر مفید بود و خوشتون اومد لطفاً برای حمایت از من ویدیو رو لایک کنید و یه کامنت هم بذارید تا ببینم نظرتون چیه. مرسی.